دوستان عزیز، فلاحت پیشه رو که میشناسید، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم رو میگم. ایشون دیروز گفته بود بعد از 22 بهمن شرایطی در فضای سیاسی در جهان و در خود آمریکا در مقابل آمریکا فراهم خواهد شد و آمریکا مجبور خواهد شد با ایران وارد مذاکره شود. میگن از وقتی که آقای فلاحت پیشه این فرمایشو کرده، دولت مردان و دولت زنان آمریکایی بیچاره همینجوری دارن تیک تیک از ترس میلرزن که بعد از 22 بهمن چه شرایطی قرار فراهم بشه که اونا مجبور به مذاکره با رژیم بشن. اینجور با قدرت و صلابت حرف زدن و دشمنان رو به لرزه و تکون انداختن تنها مختص فلاحت پیشه نیست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم که ژستای قدرتمدارانش هر بار استکبار و زهره ترک میکنه، دیروز اکیداً اخطار و هشدار داده بود. با صدای بلند اعلام میکنیم که این آمادگی را داریم که حتی با کشورهای منطقه گفتگو کنیم و آمادگی تعامل با همه این کشورها را داشته و داریم. و این کشورها هم که به نظر میرسه اسمشون عربستان و اماراته، با شنیدن این حرف به خصوص بعد از شرکت تو کنفرانس ورشو دوچار هول و بلا شدن که اگه فردا نظام مقتدر ایران بیاد بگه که یالا بیاید مذاکره، من میخوام نیروهامو با اقتدار کامل از سوریه و یمن و عراق بیرون بکشم، اونا چه خاکی باید به سرشون بریزه. این دیپلماسی قدرتمدارانه چند روز پیش تو سخنرانی رئیس جمهور قدر قدرت جناب روحانی خودشو نشون داد که در برابر سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران فرمایش فرمودن که اگه آمریکا توبه کنه و برگرده، ما آمادیم توبه اونو بپذیریم و با اون گفتگو کنیم. البته مبتکر این دیپلماسی قدرتمدارانه خود مقام عظماست، با اون عبارت دشمن شکنه نرمش قهرمانانه. الان با این فرمایشات جدید مقامات نظام به نظر میرسه که این نرمش قهرمانانه به مرحله تسلیم قهرمانانه و غلط کردم گویی پهلوانانه رسیده باشه. بله، بریم سراغ موضوع دیگه. آخوندا تو رژیمشون 1001 بحران رو دستشون مونده که دارن و به جای پاسخگویی به اونا فقط حرف درمانی میکنن. از نامه خود خامنه بگیرید تا وعده های بقیه در مورد سال آینده. این وضعیت حتی باعث تمسخر رسانه خودشون هم شده. برای نمونه قسمت هایی از طنز روزنامه مردم سالاری رو نگاه میکنیم که از جمله نوشته نه تکلیف بوی بد تهران معلوم شد، نه تکلیف کانال مالی اروپا، نه FATF، نه تکلیف صدها کانتینر گوشت تو گمرک و نه تکلیف خیلی چیزای دیگه. تنها چیزی که تکلیفش معلوم شد تکلیف شب عید دانش آموزا بود که اعلام کردن هیچ تکلیفی تو عید نداره. 1. معصومه ابتکار گفته بود که گفتگوی میان نسلی مهمترین چالش دهه پنجم انقلابه. من نمیدونم منظور ایشون کدوم نسله، ولی دو سه تا نسلی که ما تو خونمون داریم مهمترین چالششون حرف نزدن مسئولین تو دهه پنجم انقلابه. یعنی اگه بخوان به گفتگو فکر کنن، باید چالشای گوشت یخی، سه شیفت کار کردن، عید بدون آجیل و لباس نو، نداشتن امنیت شغلی، چالشای دکل گم شده، اختلاسای سریالی، املاک و حقوق نجومی و ده ها چالش دیگر رو باهاش کنار بیان تا زبونشون برای گفتگو باز بشه. البته بعضیا که فرزندان دلبندشون با یه فاصله چند هزار کیلومتری دارن از مزایای دهه های قبل تو آمریکا فیض میبرن، خیلی متوجه چالش سفره‌های خالی بین نسلی نمیشن. البته ما هم دیگه توقعی نداریم. 2. صدا و سیما که سال قبل در راستای فرهنگسازی و اخلاق مداری مد نظر خودش لوگوی باشگاه روم ایتالیا رو سانسور کرده بود و باعث شد تمام دنیا با یه لبخند ملیح به ما نگاه کنن، امسال هم زحمت کشیده و لوگوی باشگاه منچستر یونایتد رو سانسور کرده و شیطون قرمز وسط لوگو رو مثل دکل نفتی غیب کرده. تا یه بار دیگه تو کل دنیا سوژه بشیم. احتمالاً این مدیرای ژن خوب تشخیص دادن که مشکلات کشور زیر سر این شیطونه بوده و خواستن یه لطفی به مردم کرده باشه. خب بعد از این مطلب بپردازیم به چند تا کاریکاتور از شبکه‌های منطقه‌ای. تابلو اول که می‌بینیم موقعیت رژیم در برابر اجلاس ورشو رو به تصویر کشیده که دنیا رو تمام قد و مشتای بزرگش در مقابل جثه نحیف و مفلوک نظام نشون میده. و ما تو یکی تابلو پیکر زخمی کشور عراق رو نشون میده که پلی برای دخالت‌های رژیم تو سوریه شده، ولی پلی که هر لحظه امکان سقوطش تو دره وجود داره.
اما اسم این تابلو هم هست پای سوخته نظام آخوندی توی یمن، که پای رژیم مثل چوب کبریت سوخته و به زحمت چیزی ازش باقی مونده. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروزمون به مطالب طنز و کاریکاتور سیاسی. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. بینندگان گرامی، از اینکه بیننده برنامه امروز ما بودید تشکر میکنم و امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.